ormanın kızları همه چی خوبه؟ دم بچه های آذربایجان گرم. چه خبره؟ آزونا چطور داره پیش میره؟ ماشاءالله همه چی اوکیه؟ همه چی خوبه؟ چه روزی بشه امروز؟ چه کارگاهی بشه کارگاه امروز؟ انرژی ها بالاست یا نه؟ خیلی بالاتر، خیلی ضعیف انرژی ها. به 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 به، این به افتخار بچه های آذری ماست که ترکوندن این هفته رو. یعنی من عاشق آذری هامونم که واقعا کولاک میرن این یه ماه آخر رو، به خصوص آذری های شیش سیلن. دمتون گرد. به به چه انرژی هایی. بیاید وسط، بیاید وسط. لوریا رو نمیدونم کدوم ها مجازه، میکرسیم چیز غیر مجاز بذارید واسه من بگید کدوم ها مجازه. مجازه 100% ها کردی، مجاز هم نمیدونم چی هست. به به، کرمان که آهنگ خاصی نداره. سعید حسینی مجازه؟ من نه اسم نگیرم، اسمش میخوره مجاز باشه، هم سعیده هم حسینیه، میخوره مجاز باشه. به به، این تیکش خیلی خوبه، این تیکش تو مهمونی ها خیلی جذابه. خب به افتخار کردم هم بذارید برم سرچ بکنم اینم کدوم خواننده ها کاملا مجازه. اینو چون تو پایتخت پخش کردن میدونم مجاز بود، گفتیم بذاره. سلوار پلنگی هم مجازه دیگه، اونم میخواد پلی کنه، اونم اوکی واسه شمالی های خفنمون. شمالی خفن هم ما زیاد داریم، ما شمالی خفن هم اینجا خیلی زیاد داریم، کرد خفن هم ما زیاد داریم. ما از کردا خوب نتیجه گرفتیم، از سیستان و بلوچستان هم خوب نتیجه گرفتیم. به 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 به، سر نهار داری حرکات موزون انجام میدی. اون شلوار پلنگی رو برو، چون اینا واقعا پلنگن همشون. آره این جلسه 13 خرداد واقعا یه جلسه بسیار بسیار خوب خواهد بود اگه واقعا به حرفای من امروز خوب گوش بکنی و توجه بکنی. شلوار پلنگی هم بذار که هضم غذا رو آسان‌تر بکنه واسه شون. به به، اصلا حس و حال میاد. حالا هی بشین دیسلاو گوش بده، هی بشین از این خواننده های علکی گوش بده، اصلا جلا پیدا میکنه روحت. واقعا روح آدم جلا پیدا میکنه. پلنگ وحشی، پلنگ های وحشی، بیاید واقعا یه حرکت خوب بریم امروز با هم. بعد نشستی قصه میخوری، نه بابا اینا خوبه. حالا غیر مجازاش نمیشه گذاشت، ولی با همین مجازاش حال کنی. دقیقا آهنگای ماشین هم همین هست. پلنگی من خب بریم ادامه کارمونو استارت بزنیم، یه جلسه خوبو. به به، یه کامنت من یه بار زیر یکی از پستای کلاسینو دیدم خیلی باحال بود. میتی دیده بودیم اون کامنت رو؟ ما اساتید پایمون خیلی آدمهای با کلاس و کوچلواری و منظم مرتبی هست. یه نفر اون اوایل که کلاس پای شروع شده بود، رسیده بودیم به کلاس ها، اومده بود اون زیر ویدیو کامل بود نوشته بود من 5 تا درس کلاسینو دارم، استادام همه تیشرت زرنگی و شلوار شیشیب میپوشن، این کت شلواری ها کجای کلاس اینو هن؟ من تا حالا ندیدمشون. اساتید پایه منظورش بود، اساتید پایه ما خیلی در واقع شسته رفته منظم مرتب کت شلواری جذاب و شکیل. ما همه استادام همه تیشرت تن، الان مثلا من میرم اردوی مرگو میبینم همه استادا یه تیشرت نایک تنشونه، یعنی مثلا از نایک من اصلا خسته شدم، انگار مثلا نایک اسپانسر کلاسینو. آره محمد بازی که شلوار پلنگی، شلوار شیشیب، آریان هم که شلوار سه خط، چی اون شلوار سه خط تا میگن؟ نه سه خط میپوشه. یه بار هم یه سری بود سه خط اومده و بالا خطش افتاد، آدیداس. آها نه نه نه، یه چیز دیگه میگفتن قدیما بشه، من در واقع
الان چی بهش شما میگی؟ زمان ما یه چیز دیگه میگفتن، اون زمان همه از این شلوارک، الان هم که دیگه خیلی شیک آریان دیگه شلوارک میاد اصلا. ولی اینم آره واعظی بود، هیدر روزبه فکری هم نایک بود، من دیدم بچه ها داشتن میدیدن همه نایک پوشیدن، یعنی من داشتم قدم میزدم از اول آریان محمد واعظی میرفتی جلوتر روزبه فکری امید مسلح همه تیشرت، ولی اون کچلواری از کجای کلاس اینا من نمیبینم. حالا من ندیدم، من چیزو ندیدم. چی بود یه نفر گفتید الان من ندیدم تاله بنده خدا تیشرت نایک بپوشه، ولی دمشون گرم دمپایی نه دیگه. آره عمو بهرام که اصلا دقیقاً، حالا الان کلاس آنلاین رو من خبر ندارم، ولی من یه زمانی که با ایشون اهواز میرفتیم دقیقاً 36 هفته که کلاس میرفت کالج عوض میشد، شلواره عوض میشد، پیرهنم عوض میشد، یعنی این جلسه یک این بود، جلسه دو اون بود، جورابم عوض میشد، حالا جاهای دیگر من خبر ندارم، ولی هم کالج هم جوراب هم تیشرت هم شلوار همه 36 جلسه عوض میشد، همه هم با هم عوض میشد، نه یکی دوتا عوض بشه. دقیقاً 36 هفته ما رفتیم اهواز، هر سری همین بود، برعکس آریان، برعکس آریان که یه تیشرت یا سفید بود یا مشکی، مثلا میره میخرم اون سری خودش میگم گفتم من اینم 6 تا با هم میخرم، فکر نکنید این یه دونه است، این 6 تا است، فقط تمیز و کثیف داره اینا. واقعا عمو بهرام تو این داستان ید طولانی داره. بریم چتو ببم، چتو ببین الان من تو حاشیه از بحث هستیمون جا میون، چتو ببم اصلا عاشق حاشیه ای، عاشق حاشیه، یعنی واقعا دمتون گرم که اینقدر به حاشیه علاقه مندید. بچه‌ها توجه بکنید، ما اولا که امروز جلسه ویژه کنکوری ها سال 11 همی هم دوست داشتن بشتن ببینن راجع به کنکور 400 هم فعلا سوال نپرسی، خودشون هم نمیدونن فعلا چه خبره، پس ذهنتون و فکرتون رو درگیر این موضوع نکنید. آقا امروز راجع به چی میخوایم صحبت کنیم؟ یک، بحث اصلی من امروز دغدغه های سی روز پایانیه. خوب توجه کن به صحبت های امروز. آقا این دغدغه های 30 روز پایانی چیه؟ چه مسائلیه؟ چه داستانهاییه؟ در این 30 روز آخر رخ میده که داوطلبی نمیتونن به حد اکثر بازدهی و توانایی خودشون برسن. خوب توجه کن اینجا رو. اولین داستانی که پیش میاد من بنویسم، یک، تقابل پدر و مادر با داوطلب یکی از اساسی ترین موضوعات یک ماه پایانیه. یه مسئله هست، بعضی از داوطلبین از حمایت اولیا و از نظارت اولیا و از توجه اولیا و از پیگیری اولیا لذت میبرن و باعث پیشرفتشون میشه و باعث رشدشون میشه و حالشون رو خوب میکنه، ولی متاسفانه یه دسته از داوطلبین از پیگیری و نظارت و چک کردن اولیا حالشون به هم میخوره و اتفاقا اون بازدهی مورد نیاز رو ندارن. ببینید پس نوع برخورد ما با داوطلبمون، اگه پدر و مادرت نیستن این تیکر رو، این تیکر رو لاقل ضبط کن و بهشون نشون بده، یا اصلا استوری کن تگشون کن، استوری کن این تیکر تگشون کن، یا تو واتساپ بذار ببینن، فقط هم بذار اون یه نفر ببینه، مثلا هم مامان ببینه هم بابا ببینه، دو نفر، ما بقیه هیچ کس نبینه، بالاخره میفهمن داستان چیه دیگه. مستقیم هم اگر روت نمیشه بهشون بگی، در واقع استاتوس واتساپ بکن بذار اونا هم بفهمن. بعضی از داوطلبین پدر و مادر تو یک ماه پایانی که میان رو کارشون نظارت بکنن، عمل کردشون از اون چیزی که هست کاهش پیدا میکنه و حالشون خراب میشه از اون موضوع. پس این مرحله رو باید توجه بکنیم بهش. اگه بچه ما بچه که میگه آقا به کار من کار نداشته باش، واقعا تو یه ماه دیگه به کارش کار نداشته باشیم، چون اگر کار داشته باشیم اتفاق خاصی هم تو یک ماه نخواهد افتاد. مثلا دیشب پدر ساعت دیر وقت شروع کرده پیام دادن که آقا این اینجوریه، نمیخونه، زده به بیخیالی. خب یه سوال، الان شما چی کار میتونی بکنی؟ هیچ کار نمیتونی بکنی. این داوطلب میگه به کار من کار نشه، لطفاً پیامای منم نبینه، من الان پیامام پاک میکنم که اومد سر گوشی من، یه موقع پیامی که به شما دادمو نبینه. آقا این آدم نباید کنترلش کرد. اینه اگر بخوایم بهش گیر بدیم، بهش فشار بیاریم، اوضاع از این چیزی که الان هست خیلی بدتر میشه. اوضاع بده، اوکی قراره بره مثلا 20,000 بیاره، 20,000 با این کار میشه 30,000،
ولی نه، فرزند من شخصیتش رو خوب میشناسم، حمایت بکنم حالش بهتره، چتر نجات میتونم واسش باشم، میتونم پا به پاش بدوم حرکت کنم کناره، اوکی بیام حمایتش بکنم. ولی اگه مودش مودی نیست که با پیگیری من اوضاعش بهتر بشه، دیگه تو یک ماه آخر با پیگیری من اتفاق خاصی واسش نمیفته. و این سه چیز دارم توجه بکنیم. داوطلبی که مثلا مادر پیام میده این 10 صبح میخوابه، تو رو خدا مادر عزیز به کارش کار نداشته باش، چون اول آخر قرار نیست چیزی تو کنکور بشه. 40,000 با 55,000 هیچ تفاوتی نداره. تو رشته مثلا ریاضی 10,000 با 13,000 هیچ تفاوتی نداره. تو رشته انسانی 10,000 با 12,000 هیچ تفاوتی نداره. رشته به درد بخوری قبول نمیشه که. یکی از اولیا پارسال وقت انتخاب رشته ناراحت شده و گفت آقا من پرسیدم این رشته چطوره؟ بعد آیا اخشلیان گفت آشغاله. گفتم اون رشته چطوره؟ آیا اخشلیان گفت آشغاله. گفتم خب بین این آشغال با آشغال چه فرقی؟ گفت آشغال آشغاله دیگه. ناراحت شده و رفت و گله کرده بود مثلا به اطرافیان که آقا به من گفتم این رشته، گفت آشغاله. گفتم اینه واقعیت. من وقت انتخاب رشته به تو میگم، خب یه سوال، تو مثلا 29,000 بشی تو تجربی با 37,000 دو تا آشغال قبول میشه، آشغال آشغاله دیگه. البته ایشون رفته بود در واقع گفت وقت اومد دوباره مثلا ما حالشو بهتر کنیم، خان بعضی از آشغال ها بازیافت شدنی هستند، بعضی از آشغال ها قابل بازیافتن نیستن، حالا اون رشته مثلا قابل بازیافته. یه سری رشته ها واقعیت همینه بچه ها. و واقعا وقت انتخابش وقت بود گفتم این آشغاله، بدون آشغاله نرو سمتش، نرو، چون میری 4 سال بعد میفهمی آشغاله. بالاخره ما تجربه داریم تو این کار دیگه، پدرت و مادرت و اگه شاغلن بالاخره تو حوزه کاری خودشون تجربه دارن، میدونن تهش اتفاق افتاده. ته این داستانای بعضی از رشته ها رو میدونیم چه اتفاقی میفته. مثلا طرف پرسه آقا مهندسی مثلا فلان، چون الان من اسم میبرم چون ببرم ذهناتون درگیر میشه، هی میخواید بپرسید آقا مهندسی فلان، میگم آشغاله. هی ادامه میده چرا آشغاله؟ خب وقتی میگم آشغاله دیگه تمام آشغاله. آقا آشغاله بعضی نبودن توش موفق شدن، تو همون رشته هایی که میگیم آشغاله هیچ کس امکان موفق شدنش نبوده و نیست. اگرم یکی موفق شده ببین شانسی بوده. آقا اگه یه نفرم قرار باشه من اون یه نفرم. ببین تو بعد خیلی مسائل در نظر بگیری وقتی میخوای به موفق شدن فکر بکنی. پس اینو توجه کنید، اگه یه آدمی مثلا تو یه ماه آخر میزنه مثلا یه دفعه میشه مثلا گادفادر رو 100 بار دیده، میشه 1-2 سه رو پشت هم میبینه، یا مثلا یه سریال دانلود میکنه سریال میبینه، آها این آدم قرار نیست چیزی بشه. انسانی گفتم بالای مثلا اصلا 6,000 انسانی با 8,000 انسانی فرقی نداره که، ولش کنیم به حال خودش، بچسبیم به زندگی خودمون. یا اگر فرزند دیگه ای داریم بچسبیم به زندگی اون فرزند، شاید اونو مثلا اینو که نتونستیم درستش بکنیم لاقل بریم اون یکی درست کنیم. البته پدر مادر پیگیرن تو این مواقع و دوست دارم آدم هم اتفاق بیفته، ولی اگه یه ذره منطقی و با دید باز بخوایم فکر بکنیم، کسی که هنوز اونقدر درک و شعور نداره، هنوز اون وقت فهم نداره، هنوز اونقدر مغزش روش نکرده که تو یه ماه پایانی خانواده با خوابش درگیرن، خانواده با تفریح کردنش درگیرن، خانواده مثلا با بیرون رفتن رفقاش و چت و اینستاگرام و واتساپ و تلگرام و شبکه‌های مجازی دیگه‌اش، دیگه اصلا این بچه رو قید آموزشش در حوزه کنکور رو زد و بریم حالا بچسیم یا به فرزند دیگر یا بریم مسیرها رو باز بکنیم واسه اینکه تو حوزه های دیگه موفق بشه. این واقعا بده، این اتفاق بدیه. الان مثلا چند روز پیش یکی از دخترهای قدیمی ما، شاگرد قدیمی ما پیام داد که آقا من در حوزه کاری خودم موفق شدم. گفتم خب حوزه کاریش اینه، رفت توی حوزه. حالا ببین چرا پس تو سال کنکور آدم ها ناراحت از این میشه که چقدر معلم واسه این آدم کار کرده، معلم ها خصوصی میرفتن خونهشون، همین معلم های برندی که شما الان در حال حاضر آنلاین استفاده میکنید، اینا برند ها میرفتن خونهشون، بعد این خانم مثلا رفته توی حوزه دیگه. خب بابا همون موقع تو میفهمی، بعد درس هم نمیخوند و پدر مادرم هی به مشاور، چون معلم که کار نداره، همه فشارها رو مشاوره دیگه، هی به مشاور فشار. خب آقا این اصلا مسیرش مسیر دیگه بود، رفت یکی از این رشته آشغالم تا مقطع فوق لیسانس هم ادامه داده. خب چرا رفتی آخه؟ تو که میدونستی آدمش نیستی. و دقیقاً اون موقع من بهش گفتم وقت انتخابش، گفتم ببین تو بیخونش نیستی، بیخود دانشگاه رفتنت هم بیفایده است. رفت مثلا فوق لیسانس که بعد هم مثلا داره کار دیگه، حالا تو این پیجش رفتم دیدم داره از اون کارا میکنه. یه ذره پس منطق داشته باشیم. اگه یه نفر توی یه ماه آخر واقعا رفتار عجیب غریبی انجام میده، واقعا کارو به کارش نداشته باشیم، واقعا کارو به کارش نداشته باشیم. من خودم مثلا به خصوص تو اردوها که با بچه‌ها بیشتر آشنا میشم، وقتی اینم طرف یه سری خطاها انجام میده،
میفهمم که آقای آدم اصلا آدم کنکور نیست، بی خودی روش هرس نخورم، بی خودی روش وسواس به خرج ندم، اصلا برنامه بهش ندم، باهاش حرف نزنم، سوالش هم درست جواب ندم، چون آدم خودش نمیخواد دیگه. هر آدم عاقلی که به اندازه 3 کلاس ابتدایی هم سواد داشته باشه میدونه یه ماه آخر بعد 5 و نیم 6 صبح بیدار باشه از خواب، میدونه یه ماه آخر اصلا نباید تلویزیون رو باز بکنه، نباید اصلا از اخبار روزمره خبر داشته باشه. الان از کنکوریا قیمت دلار بپرس خبر داره، از کنکوریا تعداد به آبادانی ها و خوزستانی های عزیزم تسلیت میگم بابت این فاجعه خیلی خیلی بزرگ، ازش بپرس آقا چند نفر فوت کردن، خبر داره. بابا تو پس اخبارو چرا انقدر دقیق؟ آقا واردات خودرو آزاد شد، خبر داره. آقا مثلا قیمت سکه چی شد، خبر داره. مثلا امروز ایشالله که امیرخان قلعه‌نویی سرمربی تیم درجه یک کهکشانی های استقلال میشه، خبر داره. فرهاد مجیدی رفت، خبر داره. همه رو خبر. خب آقا تو کنکوری تو یه ماه آخر نیستی، تو کنکوری تو یک ماه آخر نیستی اگه از این موضوعات الان خبر داشتی. الان هم یه نظرسنجی بذارم، چون 90 درصدتون از این موضوعات خبر داشتی، خب اون 10 درصدی که قرار موفق بشن اونا آدم های برنده این بازی هن. خبر نداره اصلا دور برشه، اینقدر درگیر کاره. ممکنه بگی نه آقا ما هم به اون بر میرسیم هم به اون بر میرسیم. یه سوال، همه این اخبار که گفتم که 5 دقیقه وقت تو رو بگیره، 5 دقیقه میشه دو تا، حداقل اینه که دو تا سه تا از تستای کنکور عمومی سالهای قبل حفظ کرده باشی، اصلا شاید یکیش اومد، قطعا از دو سه تایی که حفظ میکنی یکیش میاد. بابا 60 70 درصد تستای کنکور تکراریه دیگه، من نمیفهمم ادا اصولی که بعضیا دارن دیگه چیه. او 60 70 درصد تکراریه سالهای قبل. پس یه ذره یه ماه آخر دریاب، و اگر این داستانه هست، حتی من میگم اگر پدر و مادر من دارن یک ماه آخر رفتار اشتباه میکنن، من میتونم انقدر درس بخونم که تایم کمتری رو با پدر مادرم سپری بکنم، حتی شده نهار و شام که مثلا اون تایمایی که خیلی ترکش میخوره بهم، اونا رو هم تو اتاق خودم میل بکنم. اگه میبینم خب خانواده من، پدر مادر من شرط مهیای واسه من آماده نکردن که من درس بخونم، میتونم تو اون تایما کم یا انرژی منفی بهم میدن، انگیزه هامو میگیرن، حالمو خراب میکنن. یه سری ببین یه سری رفتارهای غلطی که پدر مادرها انجام دادن نمیتونی اصلاحش بکنی، به خصوص در یک ماه پایانی. پس اینو لطفا توجه بکن، یکی از مسائلی که ما متاسفانه زیاد ازش ضربه میخوریم این موضوعه. موضوع دوم، امتحانات نهاییه. آقا من بارها و بارها به همه تون تذکر دادم دو هفته قبل که مبادا درگیر این امتحانات بشید. دیروز یه مادر به من پیام داد، خیلی واسه خودم عجیب بود، میگه در این حوزه که همه تهرانی بود، در این حوزه که همه شاگردهای شما اینجا دارن امتحان میدن، من میبینم که تعداد زیادی از بچه‌ها نهایی رو خیلی خیلی جدی گرفتن. خب یعنی چی؟ یعنی آدما حرفا رو جدی نمیگیرن، درگیر نهایی شو. شما اگرم از یه امتحان نهایی میترسی، صفر صفر همین همونشای اساتید کلاسینو که شب امتحان برگزار میکنن، ببین حفظ کن، اصلا نفهم، فقط حفظ کنی نمره 10 قبولی تو گرفتی و معدل نهایی هیچ تأثیر تو کنکور همین امسال سال بعد هم نخواهد داشت، نخواهد داشت. گوش کن به حرف من، پس یه ذره منطقی با قضیه برخورد کن، یه ذره اصولی با قضیه برخورد کن. چرا انقدر خودت درگیر حواشی میکنی؟ و الان هم خوشگل یه دو هفته از امتحانات نهاییتون باقی مونده، این دو هفته رو نزنی خراب کنی. بالغ بر 90 درصد دانش آموزان دوازدهمی خراب میکنن، و جالب اینجاست حالا اینا امتحان نهایی دارن دوازدهمی ها، بچه های فارغ التحصیل چی هن؟ خاطرات خرداد 1400 میاد تو ذهنشون. یعنی مثلا امروز حالش خوبه، میگه پارسال حالم خراب بود، امسال چرا حالم خوبه؟ حالش بده، من پارسالم حالم خراب بود، امسالم دوباره حالم خرابه. یا یه تصور و توهمی هم فارغ التحصیل به خودشون میگن، خب 12 میاد که دارن امتحان نهایی میدن، پس اگه من یه ذره شل کار کردم خیلی اتفاق خاصی نمیفته، چون من از اونها جلوترم. ببین نصف رقیبای تو فارغ التحصیلن، هر سال کنکور همین بوده، نصف فارغ التحصیلن، نصف 12 تو بالاخره اگر همون بعد اینم در نظر شده اون 12 که عقلش میرسه درگیر امتحان نهایی نیست، اون 12 که شوته اون داره امتحان نهایی میخونه، 12 فعال پیگیره درجه که خاصه ناب جذاب دلبر داره واسه کنکورش میخونه، 12 به درد نخوره زای نشسته واسه امتحان نهایی داره میخونه. پس اینا حواست باشه، اصلا اون 12 زای الان پای کارگاه نیست، چرا؟ چون داره امتحان بعدیشو میخونه. پس اینو لطفاً بهش توجه بکن، اینو لطفاً و خواهشاً جدیش بگیر.
دقیق بهش توجه کن که آقا من درگیرم تا نهایی نشم. آقا خرداد 1400 هر اتفاقی افتاد تموم شد. هنوز بعضیاتون کنکور 1400 تو ذهنتون و تو عملتون خاک نکردید. یه موضوع دیگه که ما داریم که درگیرش هستید خیلی ها، ترس از بیمرگ. ما قبلا میگفتیم ترس از شکست، الان ترس از شکست جای خودشو داده. اونایی که واقعا آدمای جذاب و فعالی هستن، ترس از دیمرگ. آقا من که گفتم سخته، گفتم سنگینه، گفتم میخوام همون حس و حال 1400 واسه تدایی بشه. خب چرا دیگه میترسی؟ خب 10 بار قبلش بمیری، مرگ رو تجربه کنی، خب خیلی بهتره که یهو بری سر کنکور تجربه کنی. دیمرگ حالتیه که کنکور بخواد تو سخت‌ترین حالت ممکنش برگزار بشه. از 1400 کمی سخت‌تر میشه دیمرگ. یعنی من خواستم تو رو با بحران کنکور 10 بار قبلش آشنا بکنم. خواهش میکنم ازت فرار نکن از دیمرگ. خواهش میکنم ازت فرار نکن. چون ببین تو اگه دیمرگ 10 بارش رو درست پیاده بکنی، دیگه هیچ آزمونی نمیتونن جلوی تو قرار بدن که تو بخوای خودتو ببازی، تو بخوای استرس بگیری، تو بخوای خسته بشی. دقیقا هم خستت میکنه دیمرگ، هم عصبیت میکنه، هم روانیت میکنه، هم باعث این میشه که تو با آدمهای دور و بر ضرب و شتم بکنی، همین که تو رو ناامید میکنه، همین که تو رو واقعا یه جورایی ممکن اصلا سر جلسه اصلا دست و پات بلرزه اگه جدی باش برخورد کنی. واقعا همین حس و حال داره واسه دیمرگ. اونایی که 1400 نشستن، اونایی که 99 نشستن، دقیقا همین موضوع رو دیدن، دقیقا همین مسئله رو دیدن و ما می‌خواستیم همین اتفاق واسه بیفته. تو وقتی 1400 الان واسه خود می‌زنی اینقدر سخت نیست. چرا؟ چون تستای 1400 تو کتاب تستات تو جزوات اساتیدت بوده و تو دیگه خیلی هاشون میتونی راحت حل کنی، ولی این یه تازگی واسه تو داشته. بس خیلی بده یکی دیمرگ میزنه ناراحت بشه. من درصدارم تو استوریای اینستاگرام میذارم و پا به پای من پیگیر باش و همراه باش و میخوام درصدهای آزمون 1 و 2 رو آپدیتش بکنم و واسه بذارم دوباره. 3 و 4 هم امروز برات خواهم گذاشت تا شب. پس اینو لطفا به این موضوع توجه کن، لطفا به این موضوع دقت کن، لطفا حواست به این داستان باشه. حواست آقا سخته، سخته، ولی برو تو دلش، برو تو. حتی اگرم تا الان نزدی، امروز 13 همه، 10 تاستی که از فردام شروع کنی، 10 روز بزنی. اصلا من هنوز سفارش ندارم. از کجا سفارش بدم؟ برو سایت دیجیتال علوی، از دیجیتال علوی دیوانگو سفارش بده. الان هم اینایی که داره چاپ میکنه، چون تعداد خیلی زیاده، همه داره ریستر چاپ میکنه و صفحات رو دوتا یکی کرده که در واقع بتونه سریعتر به دست شما برسونه. 3-4 روز هم به دست برسونه. شروع کن پشت هم بزن، رو پنل هم واسط هست، ولی چاپی بزن. در هر صورت دیمرگ رو چاپی بزن، چون چاپی زدنش خیلی واسط بهتر. آقا زدی پشتم، نامید نشو، مایوس نشو، سنگینه، سخت‌ترین حالت کنکوره. حتی بعضی که دیمرگ زنی میگن آقا از تمام تستایی که تو بازاره واسه ما سنگین تره. بعد ببین اینو به تو یاد میده که سر جلسه گفت حواست باشه یه سری سوالا راحت بکنی. بعضی میگن آقا انقدر بعضیای سخت شده، استانداردهای کنکورم رد کرده. یه سوال، مگه کنکور 1400 استاندارد بود که میگی دیمرگم باید استاندارد باشه؟ مگه کنکور 99 استاندارد بود؟ نه، نه 1400 استاندارد بود، نه 99 استاندارد بود، نه 95 استاندارد بود، نه 94 استاندارد بود، نه 93 استاندارد بود، نه 89 استاندارد بود، نه 86 استاندارد بود، نه 84 استاندارد بود. اینا دیگه سوالایی که من یادمه. اینا همه کنکورهای غیر استانداردی بودن. پس خودتو واسه غیر استاندارد ترین کنکور ممکن آماده کن. مگه سنجش آخر که برگزار شد اون همه مسئله توش داشت، مگه استاندارد بود؟ مگه سوالات کنکور پارسال 1400 که بودجه بندی توش رعایت نشده بود، مگه استاندارد بود؟ پس این موضوعات رو دقت کن. مگه اون تاریخ ادبیاتی که اون مدلی اومد، مگه استاندارد بود؟ پس همواره کنکور غیر استانداردهای خودش رو داشته. یا یه جوری دیگه میتونی بگی سال به سال استانداردهاش تغییر کرده، کسی استاندارد کنکور رو رعایت نمیکنه. استانداردها شاید شه. و یه موضوعی هم توجه کن بهش، اونایی که دوست دارن میتونن جمعه بعد قلمچی رو بدن، ولی بعضیا فوبیا دارن. ببین تو اگه میری شهر بازی از یه وسیله خیلی میترسی، از یه وسیله به ما نمیدونم حالا شما این تجربه داشتی یا نه، بارها شده رفتی شهر بازی یه وسیله سوار شدی، خودت حین وسیله به غلط کردن افتادی، بعد بار بعدی رفتی همون رو سوار شدی که نترسیدی.
چرا؟ چون یه بار تجربهش که کنکورم تو هی مدام بیا توی آزمون‌های سنگین تجربهش کن تا ترس و لرزت بریزه. خیلی از اولیا من پینا آقا این دوتا داده روحیه‌اش رو به هم ریخته. بابا تو شخصیتت با یه دونه آزمون اسمش آزمایشیه، شبیه‌ساز تو خونه داری میزنی به هم می‌ریزی. اگه کنکور اونجوری بیاد چی میشه؟ ولی حالا فرض کن نه بعد 10 تا دیمرگو بزنه. مکررم رو غلطا و نزدهاش وقت بذاره. هی هم پیشرفت بکنه و بهتر بشه. این آدم دیگه هر چی بذارن جلوی سر شده. همین الان شما دیمرگ 1 و 2 رو چطور باز کنم مهدی؟ دیمرگ 1 و 2 رو که سپری کردید، همین الان سر سومی دیگه سر شدی. سومی راحت‌تر رفتی، به گمان خودت آسون‌تر شد، ولی نه، تو راحت‌تر رفتی تو دل کار. یکی میگه من 4 تا زدم، یکیش خیلی اعصابت رو خورد کرد، دو یه ذره تو سر شدی. واقعا از دیدگاه خیلی‌ها دیمرگ مرگبار بود، ولی رو سه یه ذره راحت‌تر رفتی جلو. 4 تا زدم اولی شوکه میشی. ببین مثلا همه همین اتفاق افتاده، ولی الان دیگه عادت کردی، الان دیگه واسط اوکی شده و دیگه میدونی آقا دیگه این بدترین حالت ممکنه دیگه، از اینکه اوضاع بدتر نمیتونه بشه. کسی که 40 به بالا میزنه واقعا خوب میزنه، یعنی کسی که 40 به بالا میزنه اگه مکررن رو غلطا و نزدهاش وقت بذاره و کنکور تو شرایط ایدئال برگزار بکنه، یعنی حال استرسی و روانی و نگرانی و استراب نداشته باشه، قطعا پزشکه، قطعا تو انسانی اگه بالای 50 میزنه رتبه کنکور زیر 500 600ه، قطعا تو ریاضی اگه بالای 50 میزنه قطعا رتبه زیر 1000ه. با دیمرگ اول برگام ریخت، احساس خفگی و مردن بهم دست داد، خیلی ناامیدم کرد، اولین فشار شب اول قبر. من زیست و همیشه 70 میزدم، اینجا آمدم 40 زدم، نشستم گریه کردم، سر دومی سر شدم، با میانگین 20 تو کنکور چقدر؟ میانگین 20 یعنی 35 40 کنکور، اگه میانگین 20. شب خوابم نبرد. من بعد دیمرگ نشستم به در نگاه میکنم چه اتفاقایی داره میفته. هفت درصد زدم اولی رو از شوک. من خودم رو پرت کردم تو حوض، سرم رو کوبوندم به دیوار. در حالا بعضی از واژه ها نمیشه گفت. دریچه آه میکشد. خب ببن به نقطه خیره شدم. ترسیدی طبیعیه، ولی حالا چی کار باید کرد؟ تو ذهن من باید این موضوع شکل بگیره که آقا تو سخت در این حالت ممکن بوده و کنکور من یا در همین حده یا پایین تره، پس من این آمادگی رو دارم وقتی باش برخورد کردم پس اتفاق خاصی واسه من رخ نخواهد داد، پس اتفاق خاصی واسه من دیگه رخ نمیده، من دیگه تو بالاترین سطح مقابله کردم باش. یه حس دیگه به دست میاد، نتیجه با انتظارم هماهنگ نیست. ببین دوستان من، ما هر سال تا قبل از 1400 یه قانونی بود میگفت اگر داوطلب روزانه قبول بشه از کنکور سال بعد محروم میشه. خوب گوش کن، میگفت اگر داوطلب روزانه قبول بشه از کنکور سال بعد محروم میشه. ما باز می اومدیم روزانه رو واسه همه شاگردامون می زدیم. اگر قبول می شدن می رفتیم پیگیری می کردیم سنجش که این قبولیه از بین بره که از کنکور سال بعد محروم نباشه. اینو تا سال قبل انجام می دادیم. سال قبل سنجش اعلام کرد که آقا اگرم روزانه قبول شدی نخواستی بری محروم نیستی. نخواستی بری محروم نیستی. این حرفی بود که سنجش زد. حتی مثلا طرف پارسال آمبولانس قبول شد، رشته آمبولانس قبول شد، آقا این آدمه نرفت، نشسته دوباره داره کنکور میده،
حالا از آمبولانسه بیاد بیرون لااقل وارد بیمارستان بشه. این اتفاقایی که میفته. آقا پس یه موضوعی نتیجه با انتظارم هماهنگ نبود، کی فکر میکنم الان بهش فکر نمیکنم، وامیستم شهریور که نتیجه نهایی اعلام شد، نتیجه نهایی اعلام شد میبینم آیا نتیجه با انتظارم هماهنگ، نه هماهنگ نیست، متفاوته، فرق داره. اوکی نتیجه با انتظارم هماهنگ نیست، چیکار میتونم بکنم؟ یا باید انتظارم رو از خودم در حد نتیجه بیارم پایین و برم با اون نتیجه زندگی سپری بکنم، یا نه انتظار من از نتیجه من بالاتره، اون وقت تصمیم میگیرم کنکور 402 هم شرکت بکنم. این میشه راهکار واسه اون کسی که ذهنش درگیر این موضوعه. آقا من مرداد، یه نفر ممکنه خیلی واقع بینتر باشه، مثلا رتبهش تو تجربی میاد 7000. خب کسی که 7000 میاد میدونه پزشکی دندون دارو نمیاره، هیچ جای ایراد نمیاره. این آدم با رتبه 7000 همون موقع مرداد 15 مرداد که جواب میاد، نهایت 20 مرداد خودشو آماده میکنه، از 20 مرداد واسه کنکور آغاز میکنه، کنکور 402 کی 15 مرداد. ببین تو از کجا میدونی نتیجت با انتظارت هماهنگ نیست؟ چه بسا شد. و بچه ها یه چیزی رو واقعا من هر چقدر بگم بازم کمه، شما ببین یه رشد به بلوغ میرسی، فردای کنکور به بلوغ میرسی، فردای کنکور که سپر میکنی یه آدم دیگه میشی، چه سال اولت باشه، چه دومت باشه، چه سومت باشه، تفکراتت بعد کنکور تغییر میکنه، بعد برگ، یعنی من این کنکور رو میدی میای بیرون، طرز فکرت با دو روز قبلت متفاوته. آقا الان تو به این موضوع فکر نکن که نتیجه با انتظارم هماهنگ نیست، بذار کنکور رو بدی تموم بشه، 10 روز، 15 روز، 20 روز نیاز به استراحت داری، نیاز به ریکاوری داری، تا بیای ریکاوری کنی جوابش اومده، با جوابش ببین شاید. ببین اینم یه چیز توجه کن، خیلی سالا بوده طرف بعد کنکور، کنکور داده نشسته تموم شده، پزشکی میخواسته، دوباره شروع کرده به خوندن. خیلی من داشتم از این موردا، جواب اومده قبول شده، فکر میکرده قبول نمیشه، شروع کرده به آدم پیگیری بوده که پزشکی عشقش بوده، کنکور داده تموم شده، 3 روز 4 روز مثلا رفته یه شمالی برگشته، نشسته دوباره خونده، جواب اومد قبول شدم. خیلی داشتم من از این موردا، یعنی طرف خودش فکرش هم نمی‌کرد قبول بشه شده. از الان فکر کنم ببین این فصل خیلی دیگه طرف چیزه ها، خیلی طرف دیگه خاصه تفکرش، تفکر منفیه، بی اعتماد به نفسه، رفته داده تموم شده برگشته رسیده دوباره میگه نه آقا من از کجا منو خوب داده باشم، دوباره میخوام بشینم بدم. خیلی داشتیم از این موردا، خیلی زیاد داشتیم از این موردا. تو بذار اول بدی ببینی چی میشه، بعد تصمیم بگیر. الان وقت فکر کردن نیست. الان خیلی از آدما که درست کار نمیکنن علتش اینه که تو ذهنیت خودشون آقا نتیجه‌ام با انتظارم برابری نداره، نتیجه‌ام با انتظارم سازگاری نداره، چون سازگاری نداره پس شل کار میکنه. و الان از آزمونهای جامعه‌ای که میزنه میفهمه کجاست دیگه. و این مورد اول که گفتم پدر مادر تقابله، و وقتی به پدر مادر انتقام له، پدر مادرم میفهمن کجاست دیگه، میفهمن خیلی وقت این آدمه پس تو اتاق نشسته درس نخونده دیگه، همین موضوع به سر میزنه. پس من واقعا این خواهش، این خواسته، این تقاضا رو از تک تک شما عزیزا دارم. آقا الان به موضوعی که نتیجه با انتظارم هماهنگ نیست فکر نکن. برای این موضوع فرصت داری، زمان داری، وقت داری، میتونی خیلی خوشگل بعد از کنکور فکر بکنی. علت این که تو این روزها درست کار نمی‌کنی، خیلی از مواقع در واقع من به جرئت میتونم بگم اگه بخوام اولویت بندی کنم، اولیه که بعد واسه 12 دوه، بعد 3، بعد 4، اینم که همزمان 1 تا 4 رو با خودش داره هستن. یعنی تو وقتی هر لحظه داری به اینا فکر میکنی به اونم داری فکر میکنی. پس این موضوع رو لطفاً خواهشان توجه کن بهش. آقا الان مثلا خیلی از من صاحب آقا درصدام اینه، به نظرتون اینو قبول میشم؟ چی کار داری آخه؟ مگه من پیشگوام یا مگه تو پیشگویی؟ مگه ما قرار پیش میگیم؟ نه، ما قرار مثلا امروز رفتیم 30% میانگین داریم جامعمونو میزنیم، 30مونو بکنیم تا کنکور 50 داریم، 10% میزنیم 10مونو بکنیم 30. خب آقا 10مو بکنم 30 که باز پشت کنکور موندم، نمیارم، اشکال نداره، لااقل آبرومندانه بازی رو تموم کن. فایدم تو رفتی اصلا این سوال؟ آقا شاید تو میگی آقا من الان پزشکی دارم، شاید تو پرستاری قبول شدی دانشگاه تا رفتی،
ببین خیلی ها بودن، من کارم اینه ها، خیلی ها بودن گفتن ما نمیریم وامیسیم، بعد جالب اینجاست وایستادن. خیلی ها بودن گفتن ما نمیریم وامیسیم و رفتند. هر دو دستش خیلی آدم بودن. بعضی هستم میگن نه ما قاطعیت وامیسیم سال بعد. یارو میگه خب باشه باشه سال بعد. یه دو هفته میخونه که باشه بشین بخون دیگه، از اول شربت بشین بخون. اول شربت میشه میخونه، بعد هفته دوم شربت جواب میره، میگه عجب غلطی کردم نشستم خوندم پامیشم میرم. خیلی داشتیم از این مورد. من شاگردایی که مثلا امسال به فرض دارم میگم 400 با خودم بوده، دوباره 401 هم اومده با خودم ثبت نام کرده، یه ماه دو ماه نشسته خونده و چون شاگرد خودم بوده من انتخاب رشته کردم قبولی داشته، بعد دو ماه خونده گفته آقا من فهمیدم آدمش نیستم، من آدم 6 صبح بیدار شدنی نیستم، من آدم این که بخوام روزی 12 ساعت درس بخونم نیستم، من اصلا از ذات درس بدم میاد، همونم شرحش رو بخونم کم کنم بره دیگه. خیلی داشتیم از این مورد، خیلی داشتیم از این مورد. پس لطف کن درگیر این موضوع نشو. رشتم چی میشه؟ دانشگاهم چی میشه؟ آقا کسی که اوضاعش خوبه خودش هم میدونه خوبه دیگه. آقا کی خوبه؟ کسی که تو دیمرگا بالای 35 میزنه میانگین خوبه اوضاعش. این آدمه داره تلاش میکنه رشتهشو به دست آورده، داره تلاش میکنه دانشگاهشو بهتر کنه. دانشگاهشو بهتر کنه. مسلما 30 روز وقت داره. 30 روز مثلا دور افتاده ترین استاد ممکن و دورترین استاد ممکن و ضعیف ترین استاد ممکن قبول بشه، میتونه تو 30 روز هر روز یه پله استادشو بهتر بکنه. مثلا لب مرز از لب مرز یه پله بیاد بالاتر، استان مثلا گرمسیری یه پله بیاد بالاتر، یه ذره هوا مثلا بهتر بشه، یه ذره بیاد بالاتر هوا معتدل بشه، یه ذره بیاد هوا بالاتر مثلا به پایتخت نزدیکتر بشه. مثلا از شهرشون دوره 1000 کیلومتر 1500 کیلومتر فاصله داره، بخونه یه پله بهتر بشه 1200 کیلومتر بشه فاصلش. مثال دارم میگم، بعضی از داوطلبینی که میرن تو شهرهای دور قبول میشن، مثال طرف مثلا از شهر X به شهر Y اصلا مستقیم چیزی نیست، اتوبوس نیست، این آدمه بعد مثلا یه مسیر بیاد تا تهران، از تهران دوباره اتوبوس سوار شه بره اون شهره، مسیر مستقیم نداره. گرفتی داستان چی شد؟ و این آدمه مجبوره هی خب یه ذره بهتر میخون، یه شهر درست‌تر قبول میشد دیگه. مثلا واسه که ما داوطلب داریم، مثال دارم میگم، تهرانی شهر کرد قبول میشه، خب تهران به اصفهان اگه یه ذره بیشتر میخوان خب اصفهان قبول میشه. تهران به اصفهان مدام همه چی هست، هم اتوبوس هست هم قطار هست هم در واقع هواپیما هست، ولی خب به شهر کرد تعدادش خیلی محدودتر میشه. اول باید بیاد اصفهان، از اصفهان بره شهر کرد، یه ساعت و نیم تا یه ساعت تقریبا فاصله دارن با هم دیگه، بعد مستقیم نمیتونه اون شهر بره. بعد ببینید استرساش چقدر سنگینه، اعصاب خردی ها چقدر، اینی که تو بخوای هی مسیر عوض کنی، خط عوض بکنی. این مدلی باش اگه میخوای نتیجه بگیری، این مدلی باش اگه میخوای موفق بشی. اون موقع است که اون اتفاق خوبه واسط افتاده. یه ذره خودت حواست به این موضوع باشه، یه ذره خودت به این موضوع دقت کن. من اون زمانی که دانشجو بودم خیلی سختم کار میکردم، خیلی زیادم کار میکردم، خیلی هم خسته بودم. از مترو صادقیه که میرفتم تا علم و صنعت، آخرین ایستگاه موقع ایستگاه دانشگاه علم و صنعت بود. بعد این مترو نمیدونم حالا الانم هم همین جوریه یا نه، میرسید به نصف همون دوباره برمیگشت صادقیه. و من خیلی وقتا این میومد دو دور میچرخید و خوابم میبرد، یادم میرفت پیادشم علم و صنعت. این اتفاق وسط افتاده؟ این شرایط واسه رقم خوده، انقدر خسته باشی این روزا باید انقدر خسته باشی، یعنی شب که میخوابی اصلا نفهمی چی جوری شد 6 صبح. همم خستن، این فازو بر ندارم، من خستم، همه خستن، مگه میشه خسته نباشی؟ معلمت خسته است، مشاورت خسته، همه خستن این روزا، طبیعیه، به آخر مسیر داریم نزدیکتر میشیم. ولی برنده آدمایی هستند که با وجود خستگی بازم به تلاششون ادامه میدن، با وجود خستگی میدونن که این راند آخر مسابقه است و تو راند آخر مسابقه باید همه تلاش خودشون رو بکنن، باید همه تلاششون رو تو راند آخر مسابقه بکنن. تو خودت وقتی یه رقابتی رو میبینی، صبح امروز من اول صبح دیدم که تو رقابت کشتی داره از تلویزیون پخش میشه، وای بر کسی که امروز کشتی دیده باشه پسر، دیدم داره کشتی پخش میشه. ببین کشتیش هم دنبال میکردم، این چرا بس نمیره تلاش بکنه، یاد کنکوری افتاده.
یه ذره خودت فکر کن، یه ذره خودت حواست باشه. من الان مثلا تو مشاوره حضوری بعضی رو میرم مثلا یارو اصلا یه فازیه، یه حالیه. چند روز پیش یه منطقه کار داشتم، درگیر کارا بودم، بعد یه کار خیلی خیلی واجبی برام پیش اومد، مجبور شدم و دنبال اون انجام اون کار واجبه بودم. یه جایی رفتم، رفتم داخلش، اتفاقی یکی از آسایشگاه های نگهداری در واقع آدم های دیوونه بود. ببین تو حیاتش که من رفتم کارامو انجام بدم و برگردم، تمام واقعا بعضی هاشو نگاه میکردم واقعا کنکوری در واقع بیشتر نیاز داره اونجا باشه تا اون آدم اونجاست. بابا چه خبرتونه؟ دیوونه کردید علیکی خودتون رو، فکر کردنش هم فقط نتیجه رتبه رشته، جواب بقیه رو چی بدم؟ بابا ول کن دیگه، ول کن دیگه بابا، چه جواب یه دونه فقط بعد پدر مادر بدی، پدر مادر ببینن اوضاع بحرانیه، تو 24 ساعت کز کن، راهکارش 24 ساعت کز کن، اون پدر مادری که قرار بوده تو رو بکشه بعد کنکور، همون پدر مادر میاد نوازشت میکنه، میاد دورت میگرده. 24 ساعت، سه وعده غذایی اعتصاب غذا کن، سه وعده صبحانه را که شما وعده حساب نمی کنی، یه نهار، یه شام، یه نهار فردا، تازه الکی هم اعتصاب کن، از قبل کنسرو بردار، از این غذاهای آماده بردار، قشنگ گرمش کن، ببر چیپس و ماست ببر، همه چیزی رو تختت بذار، سه روز از اتاق نیا، سه وعده، تازه نه سه روز، سه وعده، یه نهار، یه شام، یه دونه فرداش، سالاد الویه ببر، هر چی نیازت ببر با خودت. بعد سه وعده تموم شده، همه چی فراموش شده، داری الان قبل بهش فکر میکنی، راهکار داره هر چیزی. شما با سه وعده، سه وعده هم نمیکشه تازه. پدر مادر مهربون مظلوم باشن یه وعده، پدر مادر نه پیگیر و سختگیر باشن دو وعده، خیلی هزینه کرده باشن خیلی، نهایتش سه وعده. امروز جواب میاد، یه نهار، یه شام، بالاخره آذوقه با خودت ببر تو اتاق، بگو آقا من اتصال بخورا، نه اینکه نخوری بخور، خودشون میاد دنبالت. انقدر داری به این موضوع فکر میکنی، آقا پایه دیگه این فکر راهکار به سرتون زده و چت رو باز کنه، آقا چیزی نیست که، حالا دایی عمه، دایی عمه، عمو، خاله، چت رو باز کنه، مهدی هر حرفی بزنن، تو هر رتبه بیاری باز اونو حرف بزن، پس ولش کن. تو فرض میکنی مثلا شهید بهشتی قبول بشی، میگن که دمت گرم شهید بهشتی قبول بشی، نه اون عمه که میخواد دهان را باز بکند میگه خب چرا تهران نشد؟ ویل کن دیگه. تو مثلا فکر کردی مثلا زنمو میخواد حرف بزنه تو زیر هزار بشی، زنمو حرف نمیزنه، چرا؟ میگه آقا زیر هزار شدی، این همه خوندی، ما فکر میکردیم تو تک رقمی بیاری. ایشالله که قبولی، قطعا قبولیم. تا اصلا به فامیل فکر نکن، من میدونم، درک میکنم یکی از دغدغه های اساسی شما فامیله، یعنی فامیل واسه خیلی از خانواده ها به جای اینکه یه ثمره ای داشته باشه، یه فایده ای داشته باشه، جز ضرر هیچی نداره. خیلی ها رو ما میبینیم تو سن بالاتر اصلا فامیل رو سالهاست گذاشتن کنار، چرا؟ چون سودی نداشته. ولی شما زیر 18 سالی، تو زیر 18 سال فامیل خیلی دخالت میکنه، آقا ول کن، ول کن این فضا رو. یه نفر میپرسه جواب منو چی بدی؟ ببین سرت بالا باشه، سرت بالا باشه، نخوندی دوست نداشتی بخونی، زوری که نبوده، دوست نداشتی بخونی. الان چند روز پیش من یه خونه ای رفتم، دیدم که بچه به زور نشسته، دوتا بچه داشت، یه اتاق یه بچه بود، یه اتاق دیگه یه بچه، دوتا پسر بودن، اصلا دلم سوخت باسون. آقای معلوم بود به زور نشسته داره میخونه، امتحان مدرسه ای بودن، یعنی کنکوری نبودن، غریبه هم بود طرف. رفتم خوش این اتاق رو رفتم ببینم، دیدم این آدمه نشسته داره میخونه، رفتم بعد جفتش هم من کارم اینه، گفتم بعد اصلا به قدری دلم سوخت واسه این دو تا پسر مظلوم هم بودن که معلوم بود اینا رو به وقت امتحانات هم هست دیگه. تو یه حرف فامیل نزنید، واقعا اگه حرف فامیل نزنید و درگیرش نباشید خیلی از چیزات حل شده. ببند چطوری دقیقه. آقا شما فقط به این فکر کن، یکی از دغدغه های این مدت پایانی هم همینه،
اگر میخونم فقط و فقط و فقط واسه ارزش خودمه. تو یه دفعه این فقط و فقط و فقط یادت میره، این یادت میره، از این چی میاد؟ استرس میاد، از این همه چی نابود میشه، استرس از اینجا میاد. تو یادت میره واسه خودت داری میخونی، یا مثلا بعضی ها منم توی این مدت میان لجبازی میکنم با بدم بابا تو واسه خودت داری میخونی، با کی داری لج میکنی؟ اگه به من بگید بخونم من دیگه نمیخونم، بابا واسه خودته. بعد یه چیزی هم دقت کن، ما دو دسته آدم باید داشته باشیم. من اینجا بزنم بنویسم. دسته یک روز مطالعه علاوه یک روز آزمون جامعه. دسته دو هر روز آزمون جامعه. الان فقط باید همین دوتا دسته آدم رو داشته باشیم. یعنی برنامه شما یا باید هر روز آزمون جامعه باشه، بزنی تحلیل کنی، حالا در کنارش بری رو قلعه زده نزده هات وقت بذاری، جاهایی که ایراد داری مشکل داری بخونی، یا نه یه روز مطالعه کنی یه روز آزمون جامعه. حالا یه روز مطالعه ممکن دیدن کلاس های TNT هم باشه، ولی دیگه از این دو حال ما نباید آدم داشته باشیم دیگه. اونایی که خیلی باز اونم من صلاح نمیدونم بگم، میخواستم بگم دو روز مطالعه TNT یه روز آزمون، واقعا دیگه الان وقتی نیست بگم این حرفا بزنم. شما تا دو هفته آینده یا باید 14 تا آزمون جامعه بزنی، یا باید حداقل 7 تا بزنی. یعنی تا دو هفته بعد که ما همدیگر میبینیم تعداد آزمونت باید بین 7 یا 14 باشه. یک کمتر از این واقعا فاجعه، کمتر از این خیلی فاجعه است اگه کسی باشه. آقا زیر 7 تا بزنی که بچه ها ما دو هفته بعد الان 13 دو هفته بعد هم دیگر بینیم میشه 27. و جالب اینجاست که بدونیم ما تو تیرم نمیخوایم خیلی آزمون بزنیم، نهایت 2 تا یا 3 تا، نهایت 2 تا یا 3 تا. اینو لطفا بهش توجه کن، لطفا بهش دقت کنیم موضوع رو. خیلی ها غافلن ازش، ها خیلی ها بیتوجهن نسبت به این قضیه ها. شما حداقل بین 7 تا 14 تا بعد از اون جامعه بزنید تو این دو هفته که فرصت دارید، تا دو هفته بعد که هم دیگر میبینیم. یعنی قدرها واقعا باید 14 تا رو بزنن. تازه چه بعضی میگن آقا من میشه تو یه روز دو تا بزن، نزن یه دونه رو بزن تحلیل کن غلط زدن نظرهای قبلی بزن، حالا اون دو تا درس تا درسی که ازش بقیه ضعیف تری یک برو غلط زدن نظرهای همه قبلی ها رو تکرار کن، دو از اونها برو از کتابای تست تلیفی از آزمون‌های در واقع متفاوت دیگه برو تست بیشتر بزن، اونجاهایی که می‌بینی ضعف داری، اون درسی که می‌بینی ضعیف داری. آقا قوی‌ترها رو قوی بکنیم؟ نه، شما متوسط‌ها رو قوی کن، ضعیف‌ها رو متوسط کن، بعد متوسط‌ها رو قوی کنی خیلی بهتر تا از اینکه بری قوی‌ها رو قوی‌تر بکن. چون درصد‌های قوی از یه حدی بالاتر بره دیگه سود و ثمره برات نداره. برو اون ضعیف‌ها رو بکن متوسط، گام بعدی برو متوسط‌ها رو بکن قوی. این واسط منطقی تر، ایدئال تر و جذاب تره تا بری قوی ها رو قوی تر بکنی. و معمولا آدم ها چی دوست دارن؟ دوست دارن قوی ها رو قوی تر بکنن. و این بده و این بده و این اشتباهه و این بهشون ضربه میزنه و این نابودشون میکنه و این اون اتفاقی که باید بیفته رو واسه شون رقم نمیزنه. پس دریاب، لطفاً به این موضوع شدید توجه کن، لطفاً به این موضوع دقیق دقت کن. اگر میخوای نتیجه بهتر و نتیجه ایدئالتری از کارت بگیری این موضوع رو جدی بگیر. پس اینم دقت کنیم، فقط و فقط واسه ارزش خودمه. هر کاری که میکنم، هر قدمی که برمیدارم، هر سختی که تحمل میکنم، هر رنجی که میکشم، فقط و فقط واسه خودمه، نه واسه پدر مادرمه، نه واسه اطرافیانم، واسه خودمه. پدر مادر میتونه یه موتور محرک باشه واسه بعضی از آدما، ولی نمیتونه دلیل اصلی باشه. چون همه آدما پدر مادرشون رو دوست دارن، ولی چون دلیل برای خودشون و ارزشمند برای خودشون نمیبینن، تلاش لازم و کافی رو نمیکنن. پس لطف کن، خواهش میکنم ازت، به این موضوع شدیداً توجه کن و به این موضوع شدیداً دقت کن تا بتونیم از کار نتیجه بهتری کسب کنیم.
این خیلی بهتره. دیگه آقا چیه؟ دیگه از اتفاقات. پس ما یه بار با هم دوره کنیم. ما امروز اومدیم راجع به دغدغه‌های سیروز پایینی با هم حرف بزنیم. یکیش تقابل پدر مادر با داوطلبه که گفتیم پدر مادر دیگه کاری به بچه نداشته باشن. دومیش امتحانات نهاییه که گفتم همین کلاس‌های شب امتحان رو تهش ببین کافیه برات. اگر هم دیدی نه قبول میشه که اصلا نمیخواد ببینی. خاطرات خرداد 1400 ترس از دیمرگ نتیجه با انتظارم هماهنگ نیست. اگه میخونم فقط و فقط واسه ارزش خودم کاری هم که گفتم باید انجام بدی. موضوع بعدی چیه بچه ها؟ موضوع بعدی چیه؟ موضوع هفتم. اگر ثانیه ای بیکار شوی نگران میشی، استرس میگیری، همه چی رو خراب میکنی. یه خواهش دارم ازت، نذار ثانیه ای بیکار بشی. این واقعا خواسته و خواهش من ازته. نذار ثانیه ای بیکار بشی، به بتالت بگذره. نذار. ببین چون یه ماه دیگه، یه ثانیه شاید به اندازه یه روز، یک دقیقه‌اش حالا بگیم، یه دقیقه‌اش که میشه مثلا یه تست دینی رو زد و حفظ کرد، یه دقیقه‌اش به اندازه یه روز واقعا مهر ارزش داره. پس یک دقیقه در خرداد تقریبا برابر با یک روز در مهر، واقعا برابرن با هم، واقعا با هم برابرن. یه دقیقه تو خرداد، یه دقیقه تو خرداد میشه یه تست دینی، میشه حفظ کردن 4 واژه گزینه یک تست زبان. دقت کنی گزینه ها که داری الان آزمون میزنی، واژه هایی که تو گزینه ها میشه خیلی هاش تکراریه. یه دقیقه میشه 4 واژه رو حفظ کرد دیگه. و تو الان هر چی حفظ کنی تو یادت میمونه دیگه، تو ذهنت میمونه دیگه، تو فکرت میمونه دیگه. حالا فرض کن تو یه دفعه مثلا نیم ساعتت از دست میدی. ببین من اینقدر ناراحت میشم بچهای حضوریمو میبینم که میبینم مثلا طرف بیرون اتاق من 10 دقیقه منتظره، هیچی دستش نیست. شاید اسفند یه ذره ناراحت میشدم، ولی وقتی خرداد این صحنه بی تفاوتی میبینم، یعنی واسهش خیلی کنکور اولویت اولش نیست. بالاخره همه بعد این مسیر رو یکی از بخشای زندگی دیگه طی بکنن دیگه، ولی کنکور اولویت اولین آدم نیست. من هر داوطلبی دیدم که واقعا کنکور اولویت اساسی زندگیش به عمل بوده، به عمل بوده. دیشب با یک خانم دکتر یه جلسه ای داشتم. مادر یکی از شاگردان بود که دخترش هم شاگرد من بود و دندون پزشکی قبول شد. بعد گفت من برای معلم ها ارزش بسیار زیادی قائلم. یه شخصی روبروی ما نشسته بود، گفت خب خانم دکتر برای معلم ها ارزش بسیار زیادی قائلی، اینو به لفظ که نباید به کار بره. خیلی مرد روکی بود. اینو تو عملت هم باید نشون بدی دیگه، بیا پس این کارا رو انجام بده دیگه. یه چیزی رو خوب دقت کن، یه چیزی رو خیلی زیاد بهش توجه کن. تو وقتی کلامی منعقد میکنی باید در عملت هم ثابت کنی. آقا تو ارزش بسیار زیادی واسه خودت قائلی، پس چرا یه دفعه تایم تلف میکنی؟ پس چرا یه دفعه ناامید میشی؟ یه ذره به این موضوع توجه کن دیگه. من یکی از شاگردهایی که امسال به جرأت میتونم بگم موفقیت این شاگردم به اندازه موفقیت شاید 10 آدم خوشحالم بکنه. و دوست دارم الان اگر اعتقاد داری یه فاتحه واسه مادرش بخونی و یه دعایی برای یکی از رقبات بکنی. ایشون تقریباً
10 روز پیش از بچه‌های اردو مرگ از بچه‌های اردو مرگ حضوریمون بود. دو شب قبل این اتفاق اومد گفت که استاد حال مادرم بده، بیمارستان بستری، تو آی سی یو یا سی سی یو حضور ذهنم. با این صبح هم نگره نباش، خوب میشه، میاد بیرون. بعد این روزا رو تو شل کار میکنی میگذره و خودت حسرت روزا رو میخوری، مادرت هم خوب میشه، برمیگرد. از بچه مشاوره حضوری طی سالمون بود، خیلی از هفته ها رو مادرشون تشریف میآوردن و خب پارسال شکست خورد و امسال یکی از آرزوهای مادر این بود که ایشون موفق میشه. 7 روز پیش مادر به رحمت خدا رفت، یعنی 2 شب بعد اون حرفی که من با این خانم زدم، و برگشت. بعدم بعد 2-3 روز برگشت و نشست خوند، با انرژی هم خوند، به شدت، یه موقع قضاوت هم نکنی بگی آدم بی احساسی بوده، به شدت آدم با احساس و با عاطفه و آدم بسیار بسیار مهربونی. برگشت به بازی و کارش انجام داد. یه فاتحه اگر اعتقاد داری لطفا واسه مادرش بخون و یا آرزو کن که پرقدرت‌تر به این مسیر 1 ماهه ادامه بده که بتونه دست پر بره سر مزار مادر عزیزش. از اون مادرایی بود که جز موفقیت این انگاری هیچ آرزوی دیگه به دلش نمونده بود. متاسفانه آرزو به دل هم رفت، که امیدوارم روح بزرگش حالش خوب باشه 1 ماه آینده از اینکه دخترش به رویاش و خودش به رویای خودش رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمتش بکنه و امیدوارم تو که هنوز این فرصت برات هست یه کاری کنی خوشحالشون بکنی. یه وقتای دیر میشه اینه، حواست باشه. یه وقتای دیگه فرصت برای بازگشت به این موضوع نداری، نمیتونی بیای جبرانش بکنی، نمیتونی بیای درستش بکنی، فرصت تموم میشه. تا فرصت بهت داده شده بذار اون خوشحالیه رو ببینی، بذار اون حال خوبه رو ببینی، نذار از دست بره همه چی. اگرم موضوع اولم همین بود، اگرم بهت فشار میاره، فشار اشتباه هم میاره، به اون خورده نگیر. نگرانه مادر همین، مادر همین، پدر همین، تمومش کن، درستش کن، فرصت از دست نره. یه دقیقه چت رو باز میکنیم ببینیم چند تا. ببین من به قدرت شماها اعتقاد دارم، همون مادری که اون روز تو کما بوده شما برش گردوندید، فاتحه خوندید. امیدوارم واقعا همتون واسه این خوشحالیه قدم بردارید. دمتون گرم. خیلی مرده خانم مارال هجری، که امیدوارم یکی از پزشکای امسالمون بشه، امیدوارم و از تمیم قلب این آرزو رو میکنم واسهش که این اتفاق بیفته، چون خیلی سخته واسه دختر این اتفاق رقم خورده. من که 3-4 روز بعد برگردی و دوباره بشینی بخونی. دمتون گرم بچه، دمتون گرم. امیدوارم که روحشون شاد باشه و روز جمعه است و یه حال و هوای دیگه برای این مادر تازه به رحمت خدا رفته اتفاق بیفته و روحشون یه تجلی پیدا بکنه و دخترشون با نتیجه و دست پر
بره سر مزارش. امیدوارم این اتفاق رو رقم بزنه. تو وقت داری یا تو کنارتنا؟ تو کنارتنا؟ چطه به من لطفا. یه موضوعی پسرا میپرسن، آقا ما یه درس نگه داریم واسه امتحان شهریور، واسه سربازی نرفتن، ببین میتونی یه درس نگه داری شهریور امتحان بدی، اگه نخواستی یه سال یه پشت کنکور بمون بذاریش واسه دی، میتونی بری پیام نور ثبت نام کنی، هر دو راهو میتونی انجام بدی. بعضی از پسرا واسه اینکه داستان سربازی پیش میاد یه درس رو نگه میدارن، مثلا شهریور پاس نمیکنن، دوباره میندازن دی رو میندازن در واقع سال بعد خرداد که مثلا سربازی نرن. یه راهش اینه، یه راهش اینه که پیام نور ثبت نام کنی. پس نگران سربازی نشو. خیلی از پسرها نگران که آقا ما اگه قبول نشیم میفرستنمون بعد سربازشیم. نه، اون قدیما بود 50 سال پیش یارو قبول نمیشد میرفت سربازی. سربازی رو تو سالی که بخوام، من رفیق دارم 35 سالش سربازی نرفته، هی داره دکتراهای مختلف میگیره، هی دکترا میگیره، یه دونه دکترا دو چرا چه خبره، آقا میخوام سربازی نرم، یه دسته میرن میخرن. پس نگران سربازی لطفا نباش. بعضی از دخترها میگن آقا ما قبول نشیم شوهرمون میدن، خب چی بهتر از این، چی جذاب تر از این؟ ولی نه آقا، من میخوام ادامه تحصیل بدم. نگران نشو، اون پدرم در راضی میشن تو ادامه تحصیلت هم میدی. نگران نباش، ادامه تحصیلت هم میدی، نهایت یه سالی که با میسی. حالا ممکنه بگی نه آقا اینجا شهر ما اینجوری نیست، ولی خب بعضی از دخترها مودیم تو بعضی از جاها مناطق هستن که میگه آقا یا اگه تونستی بعد قبول شی، یا مثلا اون اتفاق واسهت میفته. حالا واسه بعضی اون اتفاق شیرینه، واسه بعضی نه اون اتفاق تلخه. میگه نه من میخوام واسه رویاهام وایسم کار کنم، زحمت بکشم. اینی که برمیگرده به خودت، این دیگه دست خودته. پس هر کاری میتونی بکن و الان به موضوعات بعدش فکر نکن. بعد یه چیزی بهت بگم، الان فیلم دیدن، سریال دیدن، اخبار دیدن، فوتبال دیدن خیلی جذابه، ولی از یه جایی به بعد دیگه جذاب نیست. الان مثلا شما فوتبالی هم که آقای علیفر گزارش میکنن میشینی میبینی، ببین فوتبالای خیلی پرت و دیگه. من هیچ وقت یعنی سال کنکور خودم یه شب به خودم یه تلنگر زدم، عادل فردوسی اومد یه فوتبال گزارش بکنه، لیگ ایتالیا بود، بعد هوا بارونی بود، بازی برگزار نشد، گفت من با عرض معذرت از شما خدافظی میکنم، آقای سرهنگ علیفر بیان یه فوتبال قدیمی پخش کنیم واسه شما گزارش بکنه. بعد سرهنگ علیفر الانش من نمیدونم چجوریه، چون واقعا خیلی آدم بعد تباه باشه بشنه علیفر گوش بده گزارششو. یعنی من حتی بخواد جام جهانی هم علیفر گوش بده به خاطر علیفر باز گوش نمیدم، نمیبینم اصلا به خاطر علیفر. بعد فرض کن من سال کنکور خودم فهمیدم چقدر تو تباه بودی، شعب مینشستید گزارش های علیفر هم فوتباله که این گزارش میکرده میدید، خیلی بعد تباه باشه تر. بعد علیفر قدیما منم الانش چه قدیما مثلا 10 دقیقه سکوت میشد، نه آقا داشت چرت میزد یا خوابش برده بود مثلا، بعد گل میشد این نمیفهمید گل شده، نتیجه بازی رو خبر نداره. حالا من الان روش کرده، پیشرفت کرده، چه مدلی شد. بعضی رفتارای تباه تو یه ماه آخر انجام میدی، بعد میدونید چی میشه، اینا اعصاب روان خانواده رو خرد میکنه. یا مثلا ما گفتیم آزمون بزن تحلیل کن، مادر فهمید آقا هفته شب به بعد بیکاره، لام از سبت چرا هفته شب به بعد یا مثلا طرف 9 و نیم شب واسه من گزارش کار بزنه، بابا 9 و نیم حالا تازه یه سری از آدما 9 و نیم از سر کار برمیگردن، تو 9 و نیم کرکره رو کشیدی پایین تمام. تو باید مثل یک سوپرمارکت رفتار بکنی، 6 صبح 12 شب تو یه ماه باقی مونده، 6 صبح 12 شب خوابت هم کم نکن، زیر 5 نکن. بعضی هم جوگیرن آقا 4 ساعت میخوام، نکن این کار نکن، خواب زیر 5 نیاد تا خوردادا، تیر تازه میگم زیر 6 نیاد، تیر میگم زیر 6 نیاد، این جلسه بعد دو هفته بعد با هم سوال میگم خواب زیر 6 نیاد، فقط همین دو هفته وقت داری 5 صبح بیدار شی. یه سر خودم ناراحتم بچه وقتی میگم همین دو هفته وقت داری، بعد توی که کنکوری هستی نگران نیستی؟ توی که کنکوری هستی نگران نیستی؟ و من دوست دارم ما 1401 رو جوری تموم بکنیم که بگیم آقا همه شاگردامون بردن. وقتی خواستیم متن پایان 1401 رو بنویسیم مثل فرهاد بنویسیم، بگیم آقا قهرمانی بدون شکست، همه پیروز شدن. تا
کسی شکست نخورد تو این بازی. خدایی نکرده اگرم کسی شکست خورد خودشو زد به خواب. شکستم تعریف داره. ببینید چی شکسته از نظر من؟ از نظر من رتبه تو ممکنه بشه 700 ولی تو شکست خورده این بازی باشی. چرا؟ چون یک ماه آخر تلاش نکردی. چون اگر یک ماه آخر تلاش میکردی 700ت میشد 60. با 700 رفتی پزشکی مثلا مازندران ولی با 60 میرفتی پزشکی شهید بهشتی یا تهران. این شکسته ها به من خیلی رتبه هام بودن دو رقمی. مثلا پارسال خانم کیمیا قاسمی رتبه شد 950. این داوطلب یه ماه آخر شل کرد. بابا یه ماه آخر شل نمیکرد 950 میشد 100 دیگه نمیشد مگه؟ حالا الان بکوب پاشو برو تا شهرستان 500 کیلومتر از تهران فاصله داره. خب تو میخوندی پزشکی شهید بهشتی نیم سال اول قبول بودی دیگه. رضا کریمیان رتبه 520. خب لعنتی یه ماه آخر تو شل نمی کردی 520 میشد 40-50-60 دیگه. ناراحت کننده است اینا. محمد رضا پروایی 1950 پزشکی پردیس شهر خوب. خب لعنتی تو میخوندی اون عدد یه ماه آخر نخوند. شهر روزی 2-3 ساعت عددت حداقل 300 میشد دیگه. 300 پزشکی ایران قبول میشدی. اینا ناراحتمون میکنه ها. محمد رضا غلامی پارسال رتبه رشته ریاضی 1600 مهندسی قبول شد شهر خودشون. یه ماه آخر نخون، یه ماه آخر میخون 150-200 میشد، یه صفر رتبه میافتاد و شریف قبول میشد. فرقه ها، ببین اینا خیلی فرقه ها. یعنی ما حتی تو آدمایی که رتبه شدن جزو قبولی های مثلا اسطوره هامونن، جزو مثلا ستاره های یخچالیانن، باز یه ماه آخر شل کرده ولی چون پشتش پر بوده، جیباش پر بوده، مغز پر بوده، درسته بدتر شده، خراب شده ولی باز خوب بوده. ولی این یه ماه آخر که میخونده ببین چی میشون. پس این شل شدن یه ماه آخر بین برترام اتفاق میفته، تباه میشه طرف. بعضی ها فهم کنن چون اوضاعشون خرابه یه ماه آخر خوب نمیخونن. نه، اوضاع خوبامون هم خیلی ها شل میکنن یه ماه آخر، اونقدر که باید و شاید وقت نمیذارن یه ماه آخر و این بده و این بازی رو خراب میکنه، این همه چی رو به هم میریزه. پس لطفاً به این موضوع جدی نگاه کن، لطفاً به این موضوع جدی توجه کن که مبادا من جزو این دسته از آدم ها باشم. این مسئله ناراحت کننده است. پس این مدام تو ذهنت باشه که آقا قوی ها هم هستن که یک ماه آخر شل میکنن، قدر ها هم هستن یک ماه آخر شل میکنن. ببین وقتی مثلا رتبه اون که تو بگی آقا خب 700 که رتبه خوبیه، آره 700 خوبه ولی این حقش 70 بوده، 70 ضرب در 10 شده 700. این وریش هم نگاه کن، واقعا این وریش هم نگاه کن، 70 10 برابر شده 700. خیلی عدد میتونسته جذاب باشه، خیلی میتونسته عدد شکیل باشه. از نظر تو ممکنه 700 خوب باشه ولی آدم خیلی واسش آرزوهای بهتری داشتیم خراب کرده. پس اینم حواسمون باشه. اگر ثانیه بیکار شویم نگران میشویم، استرس میگیریم، اون وقت همه چی رو خراب میکنیم. یه روز تو مهر، یه دقیقه تو خرداد، یه تست دینی، آقا یک ساعتش چی میشه که تو یه هوی ساعت تلف میکنی؟ یه ساعتش میشه 60 روز مهر آبان. واقعا هست. به مثل میدونی چی میمونه؟ تو واسه یه امتحان، هرچی زمان تو به امتحان نزدیکتر میشه ارزش زمانی بیشتر میشه. الان هم همینه دیگه، خیلی ارزش بالاست، خیلی. چون هرچی بخونی که یادت رفته نیاز به دوره کردنم، هرچی بخونی تو یادت مونده و نیاز به دوره کردنم نداری. موضوع هشتم چیه؟ دغدغه های یک ماه پایانی. خیلی ها دوباره جدیش نمیگیرید. آقا تو اصلا به ورزش اعتقاد نداری. آقا من اصلا به ورزش، آقا الان باید ورزش کن.
30 دقیقه تا 2 ساعت. هر چقدر استرس بیشتره ورزش بیشتر باید بشه. استرس بیشتر شود در نتیجه باید ورزش هم بیشتر شود. اگر ورزش بیشتر شود استرس کمتر می شود. قوقا می شه این اتفاق. ولی متاسفانه نمی کنید دیگه. 95% شمایی که استرس دارید 95% ورزش رو نمی کنید. و ورزش هم اینجوری نیست الکی صبح پاشی این کاری که تو مدرسه میکردی دستو ببری بالا، نمیدونم مثلا این حرکت کششی انجام بده. نه، کفشاتو پات کن برو بدو، برو بدو تا به ناکجا آباد برسی. انقدر بدو که نفس به نفس بیاتی بیفتی زمین، استرستون لحظه هم استرس هم خورد به زمین. ولی شما مثلا ورزش رو فقط حرکت کششی میبینی، فقط الکی مثلا یه چپ و راست بکنی میبینی. آقا تغذیه مناسب خودت میدونی چیه، رعایتش کن. میدونی چیا باعث کاهش استرست میشه؟ تو کارگاه قبلی گفتم دیگه نمیخوام تکرار کنم، تغذیه درست نیست. بعضی از آدما استرس میگیرن بیشتر میخورن، بعضی از آدما استرس میگیرن کمتر میخورن. چیکار کنیم؟ اول بریم ورزش کنیم استرس رو کم کنیم، بعد تغذیه‌مون رو درست کنیم بدونیم چه مواردی اوکی ام واسه مسئله. رعایت کن. اینا چیزایی نیست که من بخوام واقعا بعد این سیزار مدام تکرار کرد. بعضی رعایت نمی کنن. به خصوص 90% دخترها از همین دوتا ضربه می خورن. و جالبه پسرها از دوست ضربه می خورن. البته دخترها هم ضربه می خورن. ولی پسرها چون تو جمعاشون به مثلا ما تو رتبه های زیر 3000 کنکور تعداد پسرها خیلی زیاده. خیلی زیاد. مثلا به جرات می تونم بگم تو زیر 3000 65% 70% پسرن 30% دخترن. 3000 تا مثلا 7000 تعداد پسرها خیلی کم میشه، دوباره 7000 به بالا تعداد پسرها خیلی زیاد میشه. علتش هم میدونی چیه؟ پسر بخواد بخونه بعد قید همه دوستاشو بزنه، چون یه دوسته بعد ممکنه باعث بشه اون آدم نخونه. ولی دخترها یه رقابتی بینشون هست. وقتی هم میبینه دو نفر نمیخونن خیلی از دخترها مقاومت میتونن، دوتا دوست نزدیکش نمیخونه این بخونه. ولی پسر اگه دوستای دور و برش نخونه اونم نمیخونه. و اینم بدون 90% آدم ها تو کنکور شکست میخورن. پس 90% دوستای ما هم قرار نیست تو کنکور اتفاق واسشون بیفته. پس سعی کنیم یه ما تنهایی باشیم، با خودمون باشیم، کارو به کار کسی نشه باشه، تاثیرپذیر از کسی نباشه، با کسی راجع به کنکور حرف نزنیم. حتی دوست صمیمی‌ترین دوستمون، دوست 15 سالمون، دوست 20 سالمون، حتی با اونم ارتباطمون رو صفر بکنیم، نه اینکه کم بکنیم، صفر بکنیم. یه حرفی میزنه یهو دو روز تو رفتارت و عملکرد تحت تاثیر قرار میگیره و این بده. و این بده و این باید اصلاح بشه و درست بشه تا تو بتونی شرایطتو بهتر بکنی. من میدونم قطعاًم مطمئنم خیلیاتون اوضاع رو از این چیزی که هست میتونید روز به روز بهتر بکنید، فقط به شرط اینکه الان حالتون خوب باشه. ببین شما بین 15% تا 30% میتونید توی یه ماه تا حتی 35% تا حتی 40% درصداتو رشد بدی. 15 تا 40 عدد کمی نیست. تفکر صحیح، قول 100%، 15 الی 40% رشد درصد از 13 خرداد تا شب کنکور قطعی، حتمی و 100% است. امضا میکنم بمونه ببینی این اتفاق میفته یا نه. بعد کنکور واسه من بفرست. 13 3401. مطمئن باشین اتفاق میفته.
15 الی 40% با چی؟ حداقل 12، حد اکثر 20 آزمون جامعه و تک تک سوالاش رو حفظ کن، تک تک نکته ها رو حفظ کن. آقا چی باشه؟ اولویت دیمرک باشه، اولویت دوم کنکورا باشه. بهت بارها گفتم کنکورای خیلی قدیمی دیگه به درد نمیخوره از یه سالی پایین تر. بهت قول میدم 15 تا 40% میای. امضا کردم، سند گذاشتم اینجا وسط. یک آزمون یک زدی چند تا؟ 12 تا. یک زدی فردا غلط زده نزده های یک رو دوباره بزنی. 7 زدی غلط نزده های 1 تا 6 رو دوباره بزنی. 9 زدی غلط زده های 1 تا 8 رو دوباره بزنی. 12 زدی غلط زده نزده های 1 تا 11 رو دوباره بزنی. و یه جوری باشه پایان این مدت بگی آقا من واقعا این 12 تا آزمونی که زدم یا این 20 تا آزمونی که زدم اگر دوباره بزنن جلوم 100 میزنم، اگر این بار بزنن جلوم 100 میزنم. این میشه نتیجه، این میشه اون اتفاق خوبه، اینو میشه اون اتفاق جذابه، این میشه اون نتیجه باحاله، این میشه اون حال خوبه، این میشه اون حس خوبه، این میشه اون انرژی خوبه که تو طوفان میکنی، که تو قوقا میکنی. خواهش اینو جدی بگیر. 13 بهت گفتم 15 تا 40%. حالا دیگه دست خودته. و یا ممکنه بعضیا بشن -10 تا حتی 0، روشی نکنه تا -20 تا. آقا چجوری؟ استرس، استراب، نگرانی، نخوندن، شلوازی داشتیم دیگه. چند تا اسپوردم امروز دیگه، جز رتبه ها شدن، ولی خب 10% 20% اومدن پایین تو این یه ماه آخر. همونطور که تو اگه حرف گوش بدی، کارهای امروز درست انجام بدی، رشد میکنی، همون جوری هم میتونی برگردی به عقب. بچه های TNT و اردو مرگ آنلاین راجعی مثلا آقا کارگاه هامون کیه؟ کارگاه ها روزایی که ما قبلا کارگاه هامون شنبه بود، یک شنبه بود، سه شنبه بود، چهار شنبه بود، 4 روز در هفته. الان هم دوباره همون 4 روز در هفته است، ولی روزایی که امتحان نهایی داری کارگاه نداریم، به جز روز بعدش جبرانی داریم. گرفتی چی شد؟ روزایی که امتحان نهایی داری کارگاه نداریم، ساعتمون هم همون 7 صبح. مسئله 11 چیه؟ نگرانه فروردین و اردیبهشت و 1 تا 12 خرداد هستم که همه خودمو نذاشتم. یکی از دغدغه های شما هم همینه. خب عزیز من قربونت برم، فروردین عیدو خراب کردی، اردیبهشت خراب کردی، این 12 روز هم درگیر امتحان نهایی شدی، یا شل کار کردی، یا خوب نخوندی، یا به همش ریختی. لااقل این یه ماه آخر رو با نگرانی از دست دادن اون روزا خرابش نکن. باشه خرابش کردی، آقا میشه اونو جبران کرد؟ اونو نمیشه جبران کرد. نمیخوام الکی بهت امید واهی بدم، انگیزه پوچ بدم، ولی این یه ماه آخر میشه 15 تا 40% گذاشت روش. آقا 15 تا 40% اگر مثلا تو الان 20 میزنی 30% بذاری روش، پزشکی قبول شدی. اگر الان 0 میزنی مثلا 20% بذاری روش، بعد ببین 15 تا 40 این دیگه دست خودت دیگه. مثلا کسی که الان دینی رو 0 میزنه، آیا واقعا میتونه 0 دینیشو بکنه 40؟ آره، یه نکته تست ببینه 0 شده 40، بالاتر هم تازه شده. اگه مثلا کسی الان عربی 0 میزنه، میتونه آلا 0 تو میتونه بکنه 40، 20 تو میتونه بکنه مثلا 60. اگه کسی مثلا الان آها میره سراغ ادبیات، آره ادبیات رو دیگه شاید نشه با قاطعیت گفت تو 40 تا میذاری روش، ولی مثلا تو دینی، عربی و مثلا ریاضی تو میتونی انقدر بذاری روش، ولی شاید تو مثلا 40% بخوای بذاری رو زیستت سخت‌تر بشه، مثلا زیستت تونی 25% ببری بالا، ولی ممکنه نه، تو قانون شکن باشی، اصلا قانونا رو در بنوردی، عوض بکنی معادلاتو.
پس به این 15 تا 40 تو درس‌های مختلف متفاوته. مثلا فرض کن کسی الان لغت ادبیات نخونده، لغت املا نخونده، خب میخونه، خب 20% 25% میاد بالا. کسی درس تو زبان آرایه قرائت بلد نیست کار میکنه، 35% 40% میاد بالا. پس تو هر درس مثلا فیزیک ممکنه 30% بیاد بالا. خب 30% فیزیک چیز کمی نیست که. و بچه ها حواستون باشه ها، یه موضوع رو خیلی حواستون باشه ها، توجه شدید به سه درس چه سوتی، نگاه کن تو رو خدا اینا خوبه سوژه نکنن. میتونید که فیلمو پاک کن، درس رو با سات نوشتم، وا اینا انودان منتظرن. توجه شدید به سه درس ضعیف، توجه شدید به سه درس ضعیف. آقا سه تا درس ضعیفت کدوم از پایین ترینا میانگیرم؟ آقا این سه تا درس نیاد بهت ضربه بزنه ها. ما کارنامه های آدمایی که شکست میخورن و یه رتبه هاشون اوت میشه، ببین مثلا طرف نگاه میکنی همه مثلا درصداشون مثلا در حد رتبه مثلا 2500 زده، ولی یهو نگاه میکنه این پس چرا یهو رتبه شده 7000؟ نگاه میکنی دو تا درس مثلا یه عمومی اقتصاد ضعیف داشته خیلی پایین تر از رنج زده، یهو زده 2500 کرده 7000، سه برابر رتبه رو بدتر کرده. داشتیم طرف همه درصدها در حد رتبه 500 بوده، یهو نگاه میکنی کارنامه رتبه شده 3800، چی شده؟ یه درس اختصاصی خیلی بد زده. این سه تا درس ضعیف تو ضعیفترین ها، آقا این ضعیفترین ها چیکار کنیم؟ یک، اگر در تمام درس ها غلط و نزده ها تو هر روز نمیزنی، لااقل در این سه درس حتما بزن. اگه غلط زده نزده ها تو لااقل، هی من تاکید میکنم همه رو بزن، باز تو نمیزنی لااقل لام از سب تو این سه تا درس مجبور کن خودتو بزنی. فیزیک مثلا واسه یکی فیزیک ادبیات ریاضیه، معمولا هم تو تجربی ها همینه، معمولا فیزیک ریاضی ادبیات، تو رشته ریاضی ها ریاضی فیزیک ادبیات، تو رشته انسانی ها ریاضی علوم فنون اقتصاد، ریاضی علوم فنون اقتصاد. بابا خب بیا رو اینا کار کن دیگه، اینا لاقل اینا معمولا ها، ممکنه مثلا مثلا یه چیز دیگه باشه، مثلا دینی شیمی باشه، هر کس متفاوته، ولی معمولا اینجوریه داستان. تجربی ریاضی فیزیک، ببین خیلی از تجربی هایی که شکست خوردن تو سال قبل نگاه میکنی به کارنامه ریاضی فیزیک ادبیات خراب بوده، خیلی ها تو رشته ریاضی نگاه میکنی که شکست خوردن ریاضی فیزیک ادبیات خراب بوده، تو رشته انسان نگاه میکنی اقتصاد ریاضی علوم فنون خراب بوده، یا مثلا عربی ریاضی و ریاضی مثلا فصل مشترک همشون بوده، درس مشترک همشون بوده. آه حواست باشه دیگه به قضیه، یه ذره جدی باش دیگه نسبت به این داستان. آقا اینو دارم میگم، امیدواری نمیدم، خوب گوش کن. آقا اینو خراب کردی فروردین اردی بشه، لااقل از اینجا بعد خراب نکن دیگه، برنگت این نگاه کن، هی شخمش بزن، هی بازش بکن. چون ببین قضایای منفی و اشتباهات قبلی زندگی تو هی بخوای بری کنکاش بکنی ورق بزنی، به جای اینکه اوضاع بهتر بشه تو هم اوضاع بدتر میشه. خرابش نکن داستان، اصلا خرابش نکن. موضوع 13 هم. آقا دغدغه یه ماه پایانی دیگه چیه؟ دغدغه خیلی اساسیه، دغدغه خیلی حیاتیه، آینده نگری، رشته، شغل، ماشین، خانه، موبایل، انتخاب همسر، سرگرمی ها، باشگاه، موسیقی، همینجوری ادامه داره. آقا ناخودآگاه ذهن ما متاسفانه توی یه ماه آخر
به رشته فکر میکنه، به شغل فکر میکنه، به ماشین، خونه، موبایل، سفر فکر میکنه. آقا آینده نگری نکن. بعد این آینده نگری حتی به آینده پژوهی هم منتقل میشه. آقا چرا آخه الان بهش فکر میکنی؟ کارهای دانشجویی. آقا الان بهش فکر نکن، الان بهش فکر نکن، بذار به وقتش بهش فکر کن. و یه ما خیلی اینا میبین، مثلا تو الان به خونه خریدن فکر میکنی، ولی جالب اینجاست که بعد کنکور بهش فکر، به ماشینت مثلا از بابا چی بگیرم فکر میکنی. الان بهش فکر نکن، خواهش میکنم الان بهش فکر نکن. ذهنت میره دنبالش، یعنی سرچ میکنه ناخودآگاه. خیلی کاوشگر مغزت الان ها. اینو بذار الان فعلا بیخیال شو. و یه چیزی، اگه تو ثانیه ثانیه درگیر درس خوندن و تست دادن باشی، وا موضوع 14 سرعت زندگی تو ببر بالا. ببین ما داوطلب داشتیم شب قدر دعای جوشن کبیر رو گذاشته سر 2x. چرا؟ چون تو فیلم آفلاین دیدنش عادت کرده به 2x. داوطلب داریم الان مثلا میگه آقا من موزیکم میخوام گوش بدم، تایم آنتراکم 2x گوش میدم. اون تیکه که داره مثلا ملودی میزنه رو میزنم جلو ببینم خواننده چی میگه. خواننده یه آهنگ ممکن دو بار مثلا تکستشو بخونه، من یه بار گوش دادم رد میکنه. ببین چقدر این آدم و آدم های موفقیان. طرف میگه من فیلم میدیدم قبلا میزدم، این تبلیغای قبلش هم میدیدم، تبلیغای بعدش هم الان منتظرم اون تیکر بزنم جلو بزنم 4x بعد برم. آقا 2x 3x 4x همه چیز تو تون کن. از غذا خوردنت، از دوش گرفتنت، از دستشوی رفتنت، از درس خوندنت، از ورق زدنت، از کار، همه چیز تو تون کن. یه ماه یه کاری کن بشه یک و نیم ماه. ببین اگه این یه ماه 2x کنی همه چیز تو میشه 2 ماه. دقت کردی بهش؟ همه چیزتو تند کن، همه چیزتو تند کن، همه چیز. خیلی جذاب میشه همه چی واسهت. خودت با خودت حال میکنی. من اینو خیلی دوست دارم، خودت با خودت حال کنی. بعد همین که خودت با خودت حال میکنی حالت بهتر میشه، انرژیت بیشتر میشه، حس و حال خودت جذابتر میشه. پس این سرعت زندگی رو ببر بالا و این آینده پژوهی رو بذار کنار. موضوع 15 خیلی قضیه حیاتیه، خیلی قضیه حیاتیه اگر تو حاضر باشی جدیش بگیری، که متاسفانه باز جدیش نمیگیری، باز جدیش نمیگیری. الکی خوش باش، سخته، درد داره، رنج داره، عذاب داره، ولی خودتو بزن به دیوونگی، دیوونه شو. خب تو بزن آقا این آدم تو فشار کنکن قهالش خوبه، این عجیب نیست، این دیوونه است، این علکی خوشه. ادای علکی اصلا ادای آدم های خوش رو در بیار، ادای آدم های خوشحال رو در بیار، ادای آدم های رو در بیار که انگار نه انگار یه ما مونده به کنکور. و تو نمیگم علکی خوش منظورت این باشه که مثلا بشی موزیک گوش بدی برقصی، یا نه، حرفم این نیست. حرفم اینه که علکی خوش باش، یعنی هر فشاری میاد سمتت، هر دغدغه‌ای میاد سمتت، جا خالی بده رد کن، جا خالی بده ردش. حرفم اینه، توصیه‌ام بهت اینه، جا خالی بده. حرف منفی میخوام مثلا دو تا گوش زاپاس، چیز منفی میاد چشمشون، دو تا چشم زاپاس، بوی شکست میاد بینی زاپاس، سم کنکور رو میخوام بریزن تو حلقت، زبون و حلق زاپاس، همه چی رو زاپاس بزن. علکی خوشحال، علکی خوش بودن تو شرایط سخت خیلی با آدم رو کمک میکنه. کنکور اولین تجربه جدی زندگی شماست. شما در موانع بعدی زندگیت باید ادای علکی خوشحال هم در بیاری، حتی به ظاهر، حتی به ظاهر کمکت میکنه و حس و حال و انرژی تو خیلی خوب میکنه و خیلی قضیه واسه جذاب در جلو. پس اینو لطفاً جدیش بگی، لطفا بهش توجه کن و بذار این مدلی کار پیش بره، بذار این شکلی کار جلو ببر، قطعا حالت خوب میشه. 15 مورد امروز گفتیم،
خدا رو 100,000 مرتبه شکر که 1400 پرچممون رو تو قله گذاشتیم. 99 تو قله گذاشتیم. 98 تو قله گذاشتیم. یه کاری کنید 401 هم تو قله بذاریم. یادتون جلسه اول گفتیم بالاترین آمار قبولی 99 پزشکی دندون دارو، بالاترین آمار قبولی مهندسی های دانشگاه برتر در 99، بالاترین قبولی های انسانی زیر 200 در 99. و اینو واسه 1400ی های شمایی که امسال اومدید بعد اعلام نتایج هم تکرار کردیم. یه کاری کنید با همت شما، با تلاش شما، این اتفاق تو 1401 هم ما بتونیم رقم بزنیم. ما امسال با افتخار و با اقتدار و با فاصله نسبت به بقیه میتونیم بگیم آقا موفق در این سیستم در 1400 بودیم. یعنی در فرست کلاس کنکور 402 میتونم من این اسلاید رو بذارم، قبولی های پارسال رو ردیف بکنم، بگم ما موفق ترین 401 بودیم، موفق ترین 400 بودیم. یه کار کنید واسه فرست کلاس های نوبان بتونیم این حرف رو به بچه های 402 ایمون بزنیم با همت شما. یعنی نتیجه مردادتون بیاد، قبولی های شهریورتون بیاد و بتونیم محکم پرچم رو بذاریم بالا. پرچمدارهای من شمایید که تا دقایق آخر وایستادید، تا ماه آخر وایستادید و دارید کار میکنید. خیلی از شما هم صرفا کارگاه ها با ما همراه بودی. دمت گرم. دمت گرم که حرف گوش میدی. خیلی از شماها در واقع میگید آقا ما مشاور یکی دیگه بود ولی کارگاه ها رو بودیم. دمتون گرم. و یه کاری کنید این پرچم همچنان رو قله بمونه و مشعلدار و پرچمدار باقی بمونیم. دمتون گرم. ببینم این دو هفته چیکار میکنید. چطو باز کنیم؟ اوضاع چطور؟ انرژی ها بالاست یا نه؟ و این 15 مورد هم دمتون گرم رعایت بکنید. دمت گرم هستی. دمت گرم. دمتون گرم. واقعا الان ساعت 3 انتظارم ازت اینه تا 12 شب از اتاقت بیرون نیای، حتی واسه شام شامت هم بیارن تو اتاق. دمتون گرم بچه. تا پای قله وایستادیم، تا صبح کنکور من همراهتم. امیدوارم اگه بچه تهرانی حوزه‌ای که من میرم تو هم اونجا باشه. حوزه که دیگه اصلا میگم آقا تو جلسه هم با طرف بودیم. دمتون گرم. دمتون گرم. 3-12 شب 9 ساعت وقته. این 9 ساعت رو پرش کن. شلوار پلنگی رو پلی میکنی. جان من یه بار دیگه بزن. شلوار پلنگی ها پلنگ طور رفتار کن. پلنگ ایرانی. پلنگ مازندران. بذارید من برم آهنگ کردی، آهنگ لوری، آهنگ بلوچی، آهنگ مشهدی، آهنگ در واقع همه جورشو، لکی، همه رو سرچ بکنم ببینم کدومها مجاز هستن پخش بکنم. به به، آدم لذت میبره. به به، پلنگا، پلنگ مازندران. انرژی بالا باشه ها، طوفان به پا کنی ها. به به، پلنگ شهرهای مختلف ایران. پلنگی من شرایط نیست بچه ها بیایم. به به، این خواننده های مجاز شهرهای خودتون رو بفرمایید چشم، ما بریم یه سرچی بکنیم. دمتون گرم. آهنگ جنوبی که من عاشقشم ولی فکر کنم بندری ها همه غیر مجازه. به به، این تیکش خیلی خوبه. به به، ببینم چی کار میکنه. این دو هفته بعد اومدم این اتفاق افتاده باشه ها. دو هفته بعد اومدیم بگیم آقا ما حداقل 7 تاشو زدیم. حداقل 7 تاشو زدیم. اینجا نوشتم حداقل از اکثر رو 7 تا 14 تا. هر کی به 14 برسه که دیگه قوقاست. ببینم چی کار میکنید. به افتخار تک تکتون که میخواید پرچم رو بالا نگه دارید.
دمتون گرم، دمتون گرم. ببین پلنگ ما با پلنگ بقیه فرق داره، فرق ما اینه، پلنگ تو تعریف بقیه چیز دیگه است، پلنگ تو تعریف ما چیز دیگه است. دم همه پلنگا گرم، دم همه پلنگا گرم. بیا شلوار پلنگی من، صدا نداره اون بر شلوار پلنگی من. خدافظ بچه ها، یه شلوار پلنگی اومده اینجا، دقیقا شلوار پلنگی هم. خدافظ بچه ها.